سلام، خوش اومدید به نوبت شما. با وجود تعهدات بین‌المللی که بیشتر کشورها برای جلوگیری از ازدواج کودکان دارن، اما آمار سازمان ملل نشون میده در کشورهای در حال توسعه از هر 3 کودک یکی قبل از رسیدن به 18 سالگی ازدواج میکنه. با وجودی که در ایران تمام موارد ازدواج در سن پایین به ثبت نمیرسه، اما آمار رسمی از چند استان کشور نشون میده فقط در سال 2012 میلادی 1537 دختر بچه زیر 10 سال در ایران ازدواج کردن. این آمار برای دخترهای زیر 15 سال نزدیک به 31,000 مورده. با اینکه سن ازدواج قانونی برای دخترها در ایران 13 ساله، اما عملا قانونگذار این اجازه رو به قاضی میده که در صورت رضایت ولی و به شرطی که صلاح کودک در نظر گرفته بشه، مجوز ازدواج رو در هر سنی صادر بکنه. اما قوانین بین‌المللی این نوع ازدواج ها رو به خاطر نداشتن عنصر رضایت خود کودک نقض حقوق بشر میدونن. تبعات عمده این نوع ازدواج ها برای دختر بچه ها جدای مشکلات روحی و جسمی و خطر مرگ در حین زایمان، اینه که کودک به خاطر دور ماندن از تحصیل و نداشتن حضور اجتماعی فعال آیندهش رو هم از دست میده. من احسان آبرتوسی هستم و امروز از شما میپرسم آیا در شهر شما ازدواج دختر بچه ها رواج داره؟ مشاهده یا تجربه در این باره دارید؟ چه عواملی منجر به این ازدواج ها میشه و تبعاتش برای کودک و جامعه چیه؟ شما حداقل سن مناسب رو برای ازدواج چند سالگی میدونید و فکر میکنید قانونگذار و خانواده‌ها هر کدوم چه نقشی رو میتونن در پایین آوردن میزان این ازدواج ها داشته باشن؟ برای شرکت در بحث به ما ایمیل بزنید یا اینکه از طریق وبکم و یا تلفن و اسمس با شماره‌ای که براتون میکنم با ما تماس بگیرید. 2044-207-765-2077 و شماره های اسمس گیر ما 2044-77-86-201-127 و 2044-77-86-2548. آدرس ایمیل برنامه هست shoma@bbc.co.uk. در فیسبوک و توییتر هم بحث رو دنبال بکنید با شناسه ما که از @bbc شما. برنامه تغذیه زدن امروز با ماست. از پیام های شما در طول برنامه با خبرمون میکنه. بره. بله، اگه فکر میکنید ازدواج زیر سن فقط مال قدیما بوده و دوره اینجور ازدواج گذشته، اشتباه میکنید. کلی از مخاطبهای ما از مشاهدات و تجربه های خودشون در این مورد نوشتن. شما هم اگه خودتون یا توی دوستا و فامیلاتون تجربه از ازدواج زیر سن دارین، برامون بفرستید که حتما تو برنامه امروز به اسم خودتون خونده بشه. ممنونم ازتون. بریم احسان تلفناتون رو میشنم. خیلی ممنون فرام. با زهرا از تهران و احسان از خوزستان شروع میکنیم. زهرا، شما آیا مشاهده ای از ازدواج ها در سن پایین برای دختر بچه ها داری یا خیر و فکر میکنی که چه عواملی اصلا موجب میشه که بعضی از ازدواج ها در این سنین رخ بده؟ با سلام، من خاطرم هست اخوانی که دوره دبستان تحصیل میکردن، یعنی اون زمان دهه 60 بود، ازدواج های صورت میگرفت در حالی که مثلا کودک کلاس 4 دبستان بود، کلاس 5 دبستان بود و مثلا امروز میومد مدرسه، فردا نمیومد. والدینش میومدن پروندهشون میگرفتن و این دیگه ازدواج کرده بود، در حالی که 11 سالش بود، 10 سالش بود. و همچنین به ترتیب که من اومدم بالا، دوستایی رو داشتم که توی دوران راهنمایی ازدواج کردن، سال اول دبیرستان ازدواج کردن، سال دوم دبیرستان ازدواج کردن، به این ترتیب، یعنی در واقع زیر 18 سالگی همشون ازدواج کردن. خب حالا شما فکر میکنید علتش بیشتر چی بوده؟ بعضی به مسائل اقتصادی مثلا اشاره میکنن، بعضی به نرمهای اجتماعی اشاره میکنن. اون زمان بیشتر به چه علتی دختر بچه ها در سنین پایین ازدواج میکردن؟ اون زمان نرم اجتماعی مطرح بود، اما بیشتر همون مسائل اقتصادی بود. دهه 60 فشاری که به خانواده ها میومد برای اینکه بتونن شاید یک نون خور رو از خانواده کم کنن توی جان خانواده های فقیر، با اینکه حالا اون زمان ها تاکید زیادی بود، من یادم روی سواد آموزی و اینکه زنان باید با سواد بشن، اما با این حال مسائل اقتصادی باعث میشد که خانواده ها حالا این مسائل نادیده بگیرن و ترجیح بدن اگه مورد مناسبی بود که از نظر اقتصادی بتونه کنترل کنه و حمایت کنه از دخترشون، اونو در واقع شوهر بدن. زهرا، اشاره کردی به دهه 60، اما هنوز هم طبق آمارهای رسمی خود حکومت ایران این ازدواج‌ها داره صورت میگیره. فکر میکنی الان در حال حاضر امروز چه عواملی در این ازدواج‌ها دخیله؟ اتفاقا داره یک روندی تکرار میشه و این ازدواج نوجوان هاست. من دارم میبینم در واقع نوجوان هایی که دارن الان دوباره دارن دخترهای 12 ساله و 13 ساله رو شوهر میدن. من این موارد دارم، یعنی از نزدیک دیدم
و حالا جالبه متفاوت هست ازدواج این افراد با هم دیگه. دیگه اون ناگاهی سابقه شاید نداشته باشه یک دختر 12 ساله امروزی مثلا دختر 12 ساله دهه 60، اما این ازدواج یه طرف آسیب بیشتری داره و این که اصلا دوامی نداره. اینا با هم ازدواج میکنن و سال بعد 6 ماه بعد اصلا جدا میشن، اتفاقا تهدید بیشتری شده برای جمعیت خانواده. من احساس میکنم که این مسائل اقتصادی دوباره تکرار شده، این وضعیت اقتصادی تکرار شده که باعث شده خانواده ها دوباره تحصیلات رو نادیده بگیرن و با توجه به اینکه میبینن اشتغال خانم ها اومده در جامعه پایین، دیگه اصراری ندارن به اینکه دخترانشون هم تحصیل کرده باشن و وارد بازار کار بشن تا بتونن امنیت شغلیشون رو در آینده تضمین بکنن. خیلی ممنون از شما زهرا، مرسی. بذارید که احسان از خوزستان چه عواملی رو داخل میدونه در این ازدواج ها و اصلا آیا در خوزستان تو مشاهده ای داشتی از این نوع ازدواج ها؟ سلام عرض میکنم خدمت همه بینندگان و همکاران محترمتون. سلام عرض. بنده والا در جایی که الان هستم استانی که من حتی اگه فرقه‌گرایی نکنم این سیستم در بین یه بخشی هست که من حالا نمیگم در جامعه ما هستش و اتفاق میفته چون زود ازدواج کردن معمول هستش از قدیم و ندیم در بین این بخش از جامعه، ولی از نظر من زیاد شدن این موضوع و کم شدن سن ازدواج بیشتر الان توی جامعه ما بیشتر به این دلیله و من دیدم این رو به چشم خودم، به این دلیل هستش که نمیتونن سربار خانواده ها داشته باشن با این وضعیت بد اقتصادی که وجود داره و سعی میکنن بیشتر هرچه زودتر حالا دختر یا پسرشون رو یا نمیدونم مستقل کنن یا اینکه کاری کنن که از سربار بودن خانواده این روی جدا کنن این موضوع رو. از نگاه دیگه بخوایم حساب کنیم، خب نداشتن اطلاعات کافی یا اینکه میشه گفتش که با احساسات هم دیگه بازی کردن هستش. موضوع در اوایل مثلا من خودم دیدم باز در اوایل صحبت مثلا دختر و پسر هستی که با توجه به سن کمی که دارن هم دیگه حالا مثلا از لحاظ عاطفی خب با هم دیگه یه خورده با احساسات هم دیگه بازی میشه و اینکه میگم چیزای دیگه رو از لحاظ عقلانی در نظر نمیگیرن و این احساسات باعث میشه که احساسات با هم دیگه حالا به قول معروف پیش برن، ولی در آینده نه چندان دوری که حالا 2-3 ماه بعد حالا فوق فوقش 3 سال بعد به مشکل برمیخورن و خب خیلی از جدایی. ولی از یه موضوع دیگه هم هستش که اینه که میگم الان که میبینید زیاد شده این موضوع، بیشتر میشه گفت 50% به خاطر این کم شدن جمعیت هستش که بعد از علما هم میشه گفتش که فتوا دادن که آره ازدواج بیشتر بشه چون سن میانگین سنی جمعیت داره بالا میره و جوانا کمتر شدن. خیلی ممنون از شما احسان، مرسی که در بحث شرکت کردید. با زهرا خدافظی میکنیم. محمد رو از خراسان داریم رو خط یک. محمد شما چطور یه مشاهده ای از ازدواج در سن پایین برای دختر بچه ها در خراسان داشتید؟ با سلام خدمت شما، انشالله که همه شما موفق باشین. از سلام که بنده سردفتر یکی از سردفتر ازدواج هم هستم و معمولا ما سال 4-5 مورد زیر 13 سال هم سرد داریم و زیر 13 سال که زیاد است. خب برای زیر 13 سال میدونیم که طبق قانون ایران باید حتما دادگاه یه حکمی صادر بکنه و در واقع رضایت ولی هم باید باشه. شما میدونید که دادگاه دقیقا چه نکاتی رو میان بررسی میکنن برای اینکه به قول معروف صلاح کودک رو در نظر گرفته باشن؟ این اطلاع داریم ما که ما هر مورد رو که فرستادیم به دادگاه بعد از اینکه از پدرشون خودشون یک مصاحبه داشته حکم به انتهاج داده، یعنی ما مورد نداشتیم که تا به حال دادگاه مصلحت دختر بچه رو ندونه و اجازه سطر رو نده. هر چی ما فرستادیم به دادگاه اجازه داده و سطر شده. خب شما محمد خودت اونجا به هر حال در دفترخونه حضور داری، مسئول اون دفترخونه هستی، یا از چهره کودکی که میاد اونجا مشخص هستش که بخواد با رضایت خودش وارد این ازدواج بشه، یا اینکه نه بعد بذاریم جز مواردی که واقعا اصلا اطلاع نداره چه اتفاقی داره براش پیش میاد و به نوعی اجباره براش؟ شما بیشتر چه حسی داشتی از این دیدن این بچه ها؟ این بچه ها اصلا احساس نمیکنن که در حالت یک عروس خانم قرار دارن و فکر میکنم مثل یک حالت شوخی همچین چیزی که با هم رفیق هستن همچین صحبت هست و اصلا احساس این که احساس عروس بودن و زن بودن و مخانه عقد بشن ندارن.
بسیار خوب، خیلی ممنون از شما. مرسی. تجربه محمد و احسان رو هم شنیدیم. بریم فعلا پیام‌های شما رو از سایت فارسی بی بی سی مرور بکنیم. صالحه نوشته در خانواده من قبلا همه ازدواج‌ها زیر سن قانونی بود، اما اخیراً این نوع ازدواج‌ها کاهش چشمگیری یافته و این را مدیون اطلاعات هستیم. اگر مردم از پیامدهای ازدواج زودهنگام اطلاع داشته باشند، مؤثرتر از وضع یک قانون خواهد بود. مصطفی معتقد دختران زودتر از پسران به سن بلوغ جنسی میرسند و طبیعی است که پسر 15 ساله با دختر 9 ساله ازدواج کند. در آمریکا دختران و پسران کم سن و سال روابط جنسی گسترده دارند ولی بدون ازدواج. آیا این بهتر است؟ و مریم نوشته اینکه بسیاری از جوانان از داشتن رابطه جنسی قبل از ازدواج محروم هستند و شرایط ازدواج هم برایشان فراهم نیست، یک مشکل واقعا جدی است. اما راهش این نیست که تبلیغ برای ازدواج در سن پایین صورت بگیرد. بسیار خوب، احمد رو از سیستان و بلوچستان داریم. بعد هم با لیلا صحت از آمریکا صحبت می‌کنیم. از طریق وبکم هم طاهره دانش از سازمان عدالت برای ایران اینجا در لندن با ما هستن. سلام می‌کنم به شما خانم دانش، مرسی که برنامه ما اومدید و به عنوان مهمان حالا هستید که سوالای ما پاسخ بدید. سوال اول از خودتون شروع بکنیم و در مورد گزارشی هستش که سازمان عدالت برای ایران اخیراً منتشر کرده، اشاره‌ای داره به همون گزارش قبلی با زبر آماریو که از خود حکومت ایران گرفتید. این آمار واقعا تا چه حد میتونه نشون دهنده وضعیت در کل ایران باشه؟ چقدر فراگیر و جامع به اعتقاد شما؟ با عرض سلام و درود، خیلی ممنون از اینکه امروز برنامه‌تون با هم هستیم. و در رابطه با گزارشی که ما تهیه کردیم در ماه آبان سال گذشته، تمام این گزارش بنابر آماری بوده که از ثبت احوال ایران ما اخذ کردیم و اون چیزی که ازش مشخص هست این هست که در طی سال گذشته فقط در سال 1392 تقریبا 178,000 نوعروسان ایرانی زیر سن 19 سال بودن و این برخلاف قانون ایران هست و قانون بین المللی هست، چون بنابر قوانین بین المللی که همونطور که در کنوانسیون جهانی حقوق کودکان و در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ذکر شده و ایران عضوی از این هست، هر کسی که ازدواج میکنه باید به سن بلوغ قانونی رسیده باشه و متاسفانه در ایران در حال حاضر همونطوری که کسانی که الان زنگ زدن و به شما گفتن، روند ازدواج با دخترانی که زیر سن قانونی هستن رو به رشد هست و یکی از مسائل بسیار مهم هست در جامعه ایران، به دلیل اینکه فقط مسئله ازدواج نیست، مسئله این هست که وقتی یک دختری بدون اجازه خودش اکثر اوقات و اگر با اجازه خودش هم باشه، اگر که ازدواج بکنه به سن پایین، اکثرشون قادر نیستن که تحصیلشون رو تمام بکنن، اکثرشون اطلاع ندارن که یک همچین ازدواج و بچه داشتن به سن پایین چه مسائلی از دیدگاه بهداشتی و سلامت خودشون در آینده خواهد داشت و برای بچه‌هایی که میخوان بزنن به سن پایین و از اون گذشته چه مسائلی از دیدگاه اقتصادی براشون پیش خواهد اومد. بسیار خوب، برمیگردیم به شما خانم دانش. فعلا میذارید که تجربه یا مشاهده احمد رو از سیستان و بلوچستان بشنویم. احمد سلام. سلام، بفرمایید. اگه مشاهده ای داشتید از منطقه‌ای که در زندگی میکنید میشنویم، بفرمایید. بله، عرضم بزرگتون که چون من در منطقه این دلال عمده ازدواج دختران زیر سن قانونی، یکیش این هست که افرادی که اینجا مسن هستن و چون زندگی ها قومی و قبیله هست، این ها سعی میکنن دو تا ازدواج، سه تا ازدواج، چهار تا ازدواج داشته باشن با اقوام مختلف، قبیله های مختلف، که پیوندی بین اینا به وجود بیاد. به خاطر اینکه دختر بگیرن که فردا بتونه حمایت اون قبیله یا اون قوم رو داشته باشن. یکی دیگه شن این هست که دلیل فقر هست، فقر مادی و فقر فرهنگی. به تر یه خانواده‌ای که داره 7 تا 8 تا فرزند هست، اگر یه فرد مسنی که 3 تا 4 برابر سن دخترشون هم داشته باشه ولی دستش به دهنش برسه به قول معروف و بتونه آینده مادی دخترشون رو تامین کنه، بعضی‌ها دخترشون رو میدن چون نمیتونن شکمش رو سیر بکنن. سیر کردن شکم 8 تا بچه مشکل هست، بیکاری هست. و دیگه دلیل بعدیش هم دلیل فقر فرهنگی هست. خب به طبع دوباره همون خانواده‌ای که این تعداد جمعیت بالا رو داره با درآمد کم نمیتونه به حساب شرایط تحصیل کل فرزنداشون و پوشاکشون و همه رو براشون تأمین کنه. اونم به یه جوری سعی میکنه که این دخترشو گوهر بده بره، حالا هر کی شد شد، فقط آینده مادیشو تأمین کنه. اون یک دلیل عمده دیگه اینم که فقر اون اطلاعات مذهبی هست، برداشت غلط
و اشتباهی که از مذهب در این استان میشه، چون میگن که دختر بالای 9 سال باید شوهر بدی بره، وگرنه موندنش تو خونه گناه هست، درست نیست. به نظر من توی این جامعه بلوچستان دلال عمدهش اینا هست. به چند تا دلیل اشاره کردی احمد، حالا مشاهدات خودت نشون میده که آیا این ازدواج ها موفقه یا اینکه فرزند بعد از چند سال ممکنه دوام نداشته باشه، و مهمتر از اون اصلا خود کودکی که وارد این ازدواج میشه چه سرنوشتی داره؟ شما مشاهده داشتی در این زمینه؟ مشاهده؟ بله مشاهده دور اطراف هست. بله اخیرا هم یک به حساب آقای بالای 50 ساله یه دختر 14 15 ساله‌ای باهاش ازدواج کردن. ایشون مثلا گفته بود که بله من با این ازدواج میکنم که ایشون بیاد داخل این خونه، خونه من بشه، خانم من پیر هست، ناتوان هست، بیاد کارهای خونه منو انجام بده. و چون بودن یه دختر داخل خونه نامحرم مشروع نیست، اینو به عقد خودشون در آوردن که بیاد این کارا رو انجام بده. بعضیا با این نیت این کارو انجام میدن و این سرنوشت مسلمه سرنوشت خوبی نداره همچین ازدواجی، چون مورد خشم و مورد غضب فرزندان اون فرد قرار میگیره. هیچ ما اینا نمیتونن که اون این فرد جدید 14 15 ساله رو قبول بکنن به عنوان همسر دوم یا سوم یا چهارم پدرشون. خیلی ممنون از شما احمد. خانم دانش به چند نکته بسیار جالب اشاره کرد احمد. فقر فرهنگی، به هر حال مسائل مذهبی رو، برداشت‌های غلطی که از مسائل مذهبی معتقد بود صورت می‌گیره، و حتی بحث اقتصاد رو. شما در این تحقیق که انجام دادید چه عواملی رو واقعا پیدا کردید و چقدر از صحبت‌های احمد تایید میشه در گزارش شما؟ یکی از مسائلی که در موردش در گزارش ما صحبت کردیم مسئله فقر هست. کاملا درسته که خیلی از خانواده‌هایی که دخترشون رو به سن پایین مجبور به ازدواج میکنن به خاطر مسائل اقتصادی هست، اما باید به یاد داشته باشیم که با ازدواجی که به این گونه انجام میشه این چرخ فقر ادامه خواهد داشت، بلکه شدیدتر خواهد شد. مسئله دیگه که ایشون بهش اشاره کردن در رابطه با ایجاد اتحاد بین قبیله های مختلف است. این مسئله یکی از اون چیزایی هست که من فکر میکنم اگر بخوایم اتحاد کامل داشته باشیم بین قبایل مختلف یا بین خانواده های مختلف در یکی از استان ها و محل های مختلف دنیا، خیلی بهتره که با هم دیگه بشینیم مشورت بکنیم و با هم دیگه قرارداد بنویسیم برای اتحاد، تا اینکه بتونیم بیایم و زندگی یک فردی به طور کامل نابود بکنیم. در حالی که ما این گزارش رو می نوشتیم کاملا اطلاع داشتیم از مسائل مذهبی، از مسائل قانونی که از برداشت های مذهبی در حال حاضر در ایران منشأ می گیره، و باید خدمتتون عرض بکنم که هیچ کدوم اینا نه تنها به هیچ عنوان دلیلی نداره، یعنی دلیل منطقی نداره، بلکه مسائل رو شدیدتر میکنه. و در رابطه با قانونی که در حال حاضر مجلس ایران در موردش بحث میکنه در مورد رشد جمعیت ایران، اگر میخوایم که رشد جمعیت باشه از طریق ازدواج و از طریق بچه دار شدن، اون هم باید بنابر قانون باشه. به هیچ عنوان هیچ دلیلی رو شما نمیتونید پیدا بکنین، و اونطوری که ما تحقیقاتمون نشون داده هیچ دلیلی، هیچ منطقی رو شما نمیتونید بهش استناد بکنین که بتونین بگین بنابر این دلیل ازدواجی که برای دختر زیر سن 19 سال یا 15 سال و یا همونطور که اطلاع دارین برای دختری که زیر سن 13 سال هستن، اگر ولی قهری و دادگاه اجازه بده این بچه رو شما میتونین، کودک رو شما میتونین، اختیار این رو داشته باشیم که به نام ازدواج زندگیش رو نابود بکنیم. هیچ کدوم این مسائلی که ما بهش نگاه کردیم به هیچ عنوان دلیلی رو به ما نشون ندادن که بچین بگیم به این دلیل این ازدواج ها باید باشه. هیچ کدومش قابل قبول نیست و تمامش باید از بین بره و دولت ایران مسئولیت داره که به این مسئله بلافاصله رسیدگی بکنه. همونطوری که شما حتما اطلاع دارین بعد از گزارشی که ما چاپ کردیم و کمک رسانه‌های گروهی در خارج و داخل ایران، حتی خانم شیرین‌دخت ملاوردی که معاون رئیس جمهور هستن در امور زنان و خانواده پیگیری این مطلب رو کردن و خواستن و ماموران امور در ایران، مسئولان امور در ایران که در رابطه با این مسئله بلافاصله پیگیری بکنن، چون این کاملا برخلاف قوانین هست و ممکنه که اینها چیزایی باشه که پایه فرهنگی از 100 یا 200 یا 1000 سال پیش در ایران داشته باشه، اما در حال حاضر به هیچ عنوان قابل قبول نیست. بسیار خوب، برمیگردیم باز به شما خانم دانش برای سوال آخر. قبل از اون ببینیم که لیلا صحت از آمریکا چه در واقع مشاهده احیانا داشته. خانم صحت، شما به هر حال مسائل حوزه زنان رو دنبال میکنید و ممکنه که در این سالها در این تحقیقات نکته رو دیده باشید که جای بحث در برنامه ما داشته باشه. میشنوید. سلام عرض میکنم خدمت شما و بیننده ها و شنونده هاتون. سلام عرض. آره من شخصا خب خودم هم کسی بودم که جست داشتم تو که سن کم ازدواج کردم و خب تا
تو اون زمانی که من مدرسه بودم خب میدیدم که بچه های دخترهایی از کلاس یکی یکی حس میشن، یکی دو هفته بعد میان با صورت اصلاح کرده و ابروی برداشته، و حتی دوران راهنمایی هم میدیدم. بعد هم که کارم بود تو درس با کارم میدیدم که همینجوری این روند ادامه داره، و با اینکه مثلا شاید میدید تو سطح جامعه سن ازدواج بالا رو، ولی هنوز این واقعیت هستش. من البته نسبت به آمارا همیشه مشکوک هستم، رشته من آمار هست، خودم کار آماری کردم، ولی و یعنی من چند الان خواستم کنم ببینم که واقعا این حقیقت این که ازدواج ها بالا رفته به چه مقداری هست. من نتونستم آمار دقیقی بدستم، یعنی آمارا متضاد بود، یه جایی میگفت پایین اومده، یه جایی میگفت بالا اومده. به هر حال ولی واقعیتی هستش که وجود داره. و حالا بذار تو گیرودار آمار خانم سعد نمونیم، بیشتر تاثیر این ازدواج ها رو میخوام ببینم که در خود فرد و جامعه شما چی میدونید. مشخص هستش اونهایی که تاثیرش اولا مشخص است که این سرنوشت این دختر، حالا پسرم باشه سرنوشت این پسر، معمولا با سنشون اونهایی که تو سن پایین ازدواج کنن تفاوت سنی زیادی ندارد، و اینکه دختری که با زیر 18 سال پای سفره عقد میشینه یا پسری که آماده پذیرش زندگی متأهلی است تو سنی هستش که هنوز دنبال هویت هست، یعنی دو دوران نوجوانی هست. این دوتایی که قرار شده توسط خانواده ها تصمیم گرفته شده برایشون که برای زندگی آینده، برای زندگی طولانی کناره هم باشن، هنوز خودشون رو پیدا نکردن، هنوز به فلوغ فکری نرسیدن، هنوز نمیدونن که با زندگی که در پیش دارن چه کار کنن، و دائم در حال چالش هستن که بتونن جایگاه خودشون رو پیدا کنن. هنوز تصمیم قطعی نگرفتن که آینده میخوان چه تصمیمی بگیرن، هنوز از نظر اقتصادی تثبیت نشدن، از نظر روانی در اوج احساسات و تضادهای بالا هستن. اینا همش زمینه ساز اختلافات، منازعات خانوادگی، چه بشه از چند سال دیگه شاهد طلاق این دوتا باشیم. بسیار خوب، خیلی ممنون از شما خانم سعد، مرسی که در بحث ما به حال شرکت کردید. فکر میکنم همین الان زمانی هستش که دیگه بتونیم سلام بکنیم به شنوندگان رادیو فارسی بی بی سی. دارید برنامه نوبت شما رو از تلویزیون فارسی میشنوید. این برنامه امروز به ازدواج دختر بچه‌ها در ایران، افغانستان و سایر کشورها هر مشاهده که دارید اختصاص داره. میتونید در نیم ساعت آینده تماس بگیرید و از تبعات و مشکلات ناشی از این ازدواج‌ها برام بگید. خانم دانش، سوال آخر من از شما اینه که فکر می‌کنید حالا راه حل و راهکار چیه؟ چون تا زمانی که قانون‌گذار در ایران خودش به نوعی میاد و مجوز حتی میده برای ازدواج‌های زیر 13 سال، آیا کار فرهنگی که بخواد صورت بگیره میتونه چندان موثر باشه یا خیر؟ هر دو مهم هست. هیچ وقت ما نمیتونیم بگیم که این کار بد باشه یا اون کار. در پیشرفت مسائلی که واقعا در رابطه با فرهنگ هست، و فرهنگ چیزی هست که گسترده است، یعنی تنها در مورد نفس کشیدن شهروندان نیست، در مورد پیشرفت اوناست، یعنی که عامل‌های مثبتی در پیشرفت جامعه هم انسان‌ها بشن. در این رابطه باید دولت قانون رو عوض بکنه، چون مسئول تمام امور جامعه هستن. اما از دیدگاهی ما میتونیم بگیم که افرادی که پدران و مادران، در درجه اول پدران و مادران رو باید باشون صحبت کرد. پدری که به هر دلیلی فکر میکنه که اجبار بچهش به ازدواج در سنین پایین یک راه حلی برای مسئله در خانواده هست، باید دو مرتبه در موردش فکر بکنه. درجه اول پدر و مادرها باید بیشتر در این مسئله به مسائلی که این مسئله پیش میاره پی ببرن. درجه دوم باید ما برگردیم به مسئله فرهنگ و تربیت و تعلیم. اگر آموزش و پرورش ما در سطحی باشه که کارهایی که تبعیض آفرین هستن رو بخوایم از بین ببریم، یعنی در حقیقت بخوایم یک جامعه رو ایجاد بکنیم که از نهاد خانواده گرفته تا به سطح بین المللی میرسیم، افراد به سطح مساوی بتونن به حقوقشون دسترسی داشته باشن، باید به مسئله ازدواج ما نگاه بکنیم. چرا؟ چون ازدواج و خانواده پایه نهاد اجتماعی هستن از همه لحاظ،
بنابراین افراد کاملا قدرت این رو دارن که این روند رو بخوان برعکس بکنن. در حقیقت من از تمام هموطنانم خواهش میکنم، زن و مرد، پدر و مادر، خواهر و برادر، حتی دخترایی که در این موقعیت هستن، با اینکه خیلی ممکنه براشون سخت باشه و ممکنه زندگیشون به خطر بیاندازه، در رابطه با این مسئله مبارزه بکنن. اگر ما تک تک نبگیم، این روند رو میتونیم برعکس بکنیم و میتونیم به این واقعا فاجعه اتمام بدیم. خیلی ممنون از شما، مرسی. طاهره دانش از سازمان عدالت برای ایران و با احمد و لیلا صحت هم خدافظی بکنیم. پیام های شما رو از فر میشنویم. اجازه بده قبل از پیام ها نگاهی بندازیم به صفحه‌ای که سازمان عدالت برای ایران در همین رابطه در فیسبوک ایجاد کرده. صفحه‌ای هست به عنوان نه به ازدواج دختر بچه ها، با تیتری که بالاش میبینید هیچ مصلحتی در ازدواج دختر بچه ها نیست. هم اخباری در این زمینه رو در این صفحه گذاشتن، هم یه سری از مخاطبان و کاربران فیسبوکی اومدن تجربه های خودشون، فامیلشون رو در این زمینه نوشتن، با دیگران به اشتراک گذاشتن و در همون مطالبی هم که به اشتراک گذاشته شده کامنت های زیادی هم دریافت کرده، بقیه هم اومدن نظر دادن. روی یکی از مطالبی که در این صفحه وجود داره، سحر این رو به اشتراک گذاشته، از مادر بزرگ خودش نقل قول کرده و داستان مادر بزرگش گفته که تو 11 سالگی به عقد مرد 30 ساله‌ای در میاد و شوهرش یک بار فقط قبل از ازدواج میاد مادر بزرگو میبینه که تو اون سن 11 سالش بوده، که دختر زیبایی به نظر میرسیده و بعد تا روز ازدواج دیگه هیچ شوهرش رو نمیبینه این مادر بزرگ. بعدش که ازدواج میکنن صاحب 3 فرزند میشن تا 17 سالگی. بعد از 17 سالگی مادر بزرگ به کلاس‌های سواد آموزی میره، سواد یاد میگیره و این سحر اومده نوشته که خب کسانی مثل مادر بزرگ من همونهایی هستن که اگه در شرایط درست رشد کنن میتونن در دنیای اطرافشون تاثیرات اساسی بزرگی بذارن. میتونست مثلا مادر بزرگ من نویسنده بشه، خواننده بشه، رقصنده بشه، آهنگساز بشه، سیاستمدار بشه، یا پزشک بشه، یا حتی یه فعالی برای حقوق بانوان. یه سری دیگه از تجربه ها و مشاهداتی که در این صفحه وجود داره جالب هستش. فقط به دوران قدیم اشاره نکردن. ناصر مثلا اومده از قول مادرش مطلبی رو به اشتراک گذاشته، گفته که مادرم تعریف میکرد که چند شب پیش رفته بودم عروسی یک دختر بچه که پنجم ابتدایی بوده و میگفته که آخر شبی طفلک خوابش میگرفت که شب عروسیشم بود. میگه متاسف شد مادر من، ولی خب کاری هم از دستش ساخته نبود. ولی پدر مادر اون دختر به مادر این آقای ناصر گفتن که خوشحالیم که دخترمون رو شوهر داریم، چون تصورشون اینه که بهترین کار رو در حق دخترشون کردن. همین جمله آخر خیلی مورد توجه مخاطبین این صفحه بوده که اومدن این داستان رو خوندن. مثلا میلاد نوشته که بله بهترین کار رو در حق دخترشون کردن، ولی متاسفانه خیلی زود بوده. یا مثلا یکی دیگه گفته که مثل مرتضی گفته این فرهنگ غلط، بعضیا خیلی افراطی اعمال میکنن که دختر رو حتما باید زود شوهر داد و به هیچ چیز دیگه فکر نمیکنن. در طول برنامه از مخاطبان خودمون و شمایی که برای ما داستان هاتون رو فرستادیم نقل قول میکنم و منتظر شمایی هم هستم که هنوز دارین برنامه ما رو نگاه میکنید و دست به کار نشدین، چیز برای ما نفرستادین. بریم پیش احسان و صحبت های شما رو بشنویم. مرسی فرم. با سیما از کرج و فرشته از بدخشان افغانستان رو خط دو صحبت میکنیم. سیما، شما تجربه یا مشاهده‌ای در مورد ازدواج‌ها در سن پایین برای دختر بچه‌ها داشتید؟ سلام بر شما. سلام. بله بفرمایید. بله من خودم متاسفانه تو سن 13 سالگی ازدواج کردم. خب تأثیرش چی بود در زندگی شما سیما؟ ازدواج در سن 13 سالگی آیا روی مثلا تحصیل شما، روی حضور اجتماعیتون تأثیری گذاشت یا خیر؟ خب چون تازه از هرات اومده بودیم، واقعا زمان جنگ بود. من خب یه دختر 13 ساله واقعا نمیدونستم ازدواج یعنی چی. تو عالم بچگی خودم بودم. که بعد از یه مدت یه آقای اومد دم در ما، دم در خونه ما. من خب رفتم در باز کردم، کار داشت حالا با خانواده. بعد از یه مدت فهمیدم که این از تهران دارن میان مشهد واسه مهمونی. بعد فهمیدم که من دارن شوهر میدن و خلاصه. و همین راحتی کارتم، من موقع شناسنامه نداشتم، نمیدونستم مثلا ازدواج یعنی چی. همون پا شدیم اومدیم تهران و واقعا اذیت شدم، خیلی سخت بود واسم. خب توصیت چیه برای کسایی که ممکنه امروز بخوان فرزندانشون در سن پایین به نوعی به حال وارد یه ازدواجی بکنن بدون خواسته خود کودک، چه توصیه‌ای داری؟ حالا
کسایی که این کار تو زندگی با من کردن من نمیتونم ببخشم، چون یه جوری بگم من الان خب خیلی ناراحتم، نمیتونم صحبت کنم. خیلی ممنون سیما، مرسی که به هر حال در برنامه اومدی و از تجربه خود گفتی. فرشته از بدخشان، شما چطوره؟ یا تجربه یا مشاهده داشتی در این زمینه؟ فرشته صدای منو داری؟ بله میشنم. سلام. خب بفرمایید از تجربتون برامون یا از مشاهده ای اگه داشتید در افغانستان میشنویم. بله فرشته ابراهیمی هستم از افغانستان ولایت بدخشان. طبیعی ازدواج اجباری وارد از زندگی من شروع شده که چون دختری بودم که خیلی سال 12 در خیابانا که مشغول ساتری خود بودم که از امو ساتری ازدواج کردم که این ازدواج اجباری دیگر که قسمی که خواهد هیچ بسند سال قانونی نرسته. ما من خواهش میکنم که از مادر و پدر و پیش دختر سرنوشتش مثل مولی نباشه در دنیا، باید بسند قانونی برسند، باید که سند قانونی خبر بفهمند که ازدواج کردن که مثلا از زندگی منالی کسی که مکتب میره و تحصیل میکنه تأثیر میخورم که کاش من مثل امنا مکتب بخونم. یعنی هیچ در زندگیم خوش نیستم، یک مادری سیادمندم نیستم چون که خواهر عروسی کردم خواهر. خب فکر میکنی فرشته اون سن مناسب کیه به نظر تو برای ازدواج؟ حداقل سن مناسب هیچ نامناسب است، هیچ مناسب نه که فعلا که هیچ خوش نیستم که تقریبا که با مردی بود که خودم 12 ساله مرد تا مرد 40 ساله بود 13 ساله بودم که طفل به دنیا آمد. هیچ نمیفهمیدم که ازدواج چیست، شوهر چیست، یگانه چیزی در زندگی میفهمیدم که از دست دادن میفهمیدم که همه یک مسئله کنه که همیشه من مشغول ساتری باید باشم. من هیچ نمیفهمیدم که این چیست، این شوهر اصلا تو فرار میکردم که چیزی وحشتناک بود در زندگی. بسیار خوب، خیلی ممنون از شما فرشته، مرسی که تجربت رو به ما گفتی. با سیما خدافظی کنیم. زهرا سپهر فعال حقوق زن و کودک از کابل با ما هستن. خانم سپهر، شما با موارد اینچنینی که الان در برنامه داشتیم وقتی برخورد میکنید، وقتی میان پیش شما چه توصیه‌ای براشون دارید و چطور میتونید با خانواده صحبت بکنید از این تصمیم منصرفشون بکنید؟ اول برای من بسیار زیاد تأسف‌بار است که وقایع اینچنینی هم در ایران و هم در افغانستان بسیار زیاد هست و هر روز در زندگی زنان افغانستانی و زنان ایرانی اتفاق میفته. از طرفی که میتونم عدم آگاهی خانواده ها از حق و حقوقی که کودک های از ما بگردنشان دارن، مخصوصا دخترانشان، یا مشکلاتی که داره یکی از دلایل اصلی عزیز که اون تصمیم میگیرن دخترانشان را به سن به شوهر بسن. قضایه اینچنین وقتی به دفتر ما مراجعه میکنه و بخش مشاوره حقوقی ما و مشاوره روانی ما همراه از اونا صحبت میشه، در ابتدا تلاش میکنیم ما ریشه های مشکل و یا ریشه تصمیم را پیدا کنیم که چرا خانواده میخواهید چنین تصمیمی را بگیرم. اگر امکان داشته باشه از طریق بزرگان قوم اقدام بزرگ میکنیم که مانع ازدواج شویم. اگر ببینیم بسیار زیاد جنجال شدید است و دختر به هیچ نحوی حاضر نیست که ازدواج را بپذیره و خانوادهش هم کوتاه نمیاین، ما از مسیرهای حقوقی و قانونی از طریق نهادهای عدلی و قضایی فامیل اونا را تحت فشار قرار میدیم و بالاخره صحبت با خانواده ها و قناعت دادن به اونا که زندگی دخترشان با این ازدواج در زیر سن ممکن است به تباهی کشانده شود. یک دختر با چند طفل به خانهشان برگرده یا با یک دختر مطلقه و بیوه روبرو شوند، به مراتب مشکلشان بیشتر از خود بود که یک دختر مجرد را در خانهشان نگه دارم. اکثر خانواده ها قناعت میکنن، اما متاسفانه دلایل بسیار زیاد دیگه ای وجود داره که گاهی ما نمیتونیم خانواده ها را قناعت بدیم و او از مشکلات اقتصادی است که خانواده ها دارن یا سنت هایی که بر یک منطقه حاکم هست و اونا باور بدی دارن که اگر دخترشان در سن کم ازدواج نکنه سایر اقارب خود کم بیایند یا خجالت زده میشن و بنابرای دخترشان شاید صاحب عیب یا ایرادی بوده که تا به حال با خواستگار نیومدم. بسیار خوب خانم سپهر، ببخشید بذارید یه سوالی هم در مورد قانون در افغانستان بپرسم. آیا قانونی هستش که بخواد سن مثلا 18 سال رو مشخص بکنه در افغانستان برای ازدواج؟ دقیقا اون سن قانونی چی هست و چقدر این قانون داره اجرا میشه؟ قانون مدنی افغانستان برگرفته از فقه حنفی افغانستان هست و همه مذاهب افغانستان به او احترام دارن. سن قانونی برای ازدواج و برای دختران 16 سال تمام و برای پسران 18 سال تمام مد نظر گرفته، اما از طرف افغانستان کنوانسیون های بین‌المللی مثل کنوانسیون حقوق کودک را پذیرفته که مطابق با از او طفل به کسی گفته میشه که سن 18 سال را
پوره نکرده باشه یا به اتمام نرسانده باشه. به همین لحاظ فعالیت نهادهای حقوق زن مسئولیت جریان داره برای اینکه این مدت در قانون خانواده گنجانیده شود و در سایر قوانین انعکاس بیشتری داشته باشه. در قانون منع خشونت علیه زنان هم برای کسایی که پسرانش را به ازدواج اجباری و زیر سن مجبور مجازات مد نظر گرفته شده و سایر راه حل ها وجود داره. اما بحثی است که چقدر این راه حل ها مورد استفاده اوزان های عجیب قضایی قرار میگیرن که همچنین مشکلی در تطبیق قانون از طرف خانستان متوجه بسیار خوب، خیلی ممنون از شما خانم سپر، مرسی که در بحث شرکت کردید. هر دو نفر زهرا سپر و فرشته، فرصتی هست بازم برای پیام های شما بفرستید. بله، داستان های زیادی ما گرفتیم از طرف مخاطبینمون. فرزان حیدری گفته که من خودم در 14 سالگی ازدواج کردم، داشتم عروسک بازی میکردم، لباس سفید تنم کردن، گفتن تو عروسی. الان که فکر میکنم میگم ای کاش که مرده بودم و این ظلم در حقم نمیشد، ولی افسوس خوردم بیفایده است، الانم افسردگی گرفتم. یکی دیگه به نام خانم مالی برامون پیام گذاشته بود، نوشته که زیر سن 15 سال خب بچه اگه بخوان ازدواج بکنن. گفته من یک زنم که 19 سالگی ازدواج کردم، ولی معنی همسرداری رو 30 سالگی فهمیدم، نگهداری درست از کودک رو 40 سالگی فهمیدم. یعنی زن بعد از 30 سالگی بلوغ فکری میرسه و از هر لحاظ آماده پذیرای یک خانواده سالم و زندگی موفق. مشاهدات هم داریم که خیلی داره به دستمون میرسه. حامد برامون روی فیسبوک نوشته که در همسایگی ما دفتر ازدواج و طلاق، به چشمم میبینم که عروسهای با سن پایین میان اینجا. متاسفانه بسیاری از اینها جز خانواده های با سطح سواد پایین یا سنتی هستن که وقتی پسر در 18 سالگی از خدمت سربازی میاد، بلافاصله دختر همسایه رو مادر پسر براشون نشون کرده بود میگیره. بسیاری از این ازدواج ها خیلی زود به طلاق میرسه، چون اولا شرایط مالی و فکری و ذهنی مناسبی از سوی دو طرف وجود نداره، دوما خیلی از اینها چون جوانی نکردن و بلافاصله بعد از عقد حتی مجبورند از مدارس روزانه به مدارس بزرگسال برن، خیلی زود بعد از 5 یا 4 سال گرفتار فساد یا خیانت میشن. همچنان منتظر تجربه ها و مشاهدات شما هستیم. بریم شه احسان بقیه صحبت ها شما رو بشنویم. بسیار خوب، زهرا از استان فارس و ماریا از پاریس دو بیننده بعدیمون هستن. زهرا، در منطقه شما چطور؟ یا ازدواج در سن پایین رایجه؟ الو، سلام بر شما. مرسی. آره، اینجا در منطقه ما بسیار بسیار سن ازدواج پایین هستش، به طوری که اولش یک ماه پیش یه دختر همسایه ما دبستانی بود عقدش کرد، یعنی مامانش اونو مجبور کرد که عقد بشه. انگیزشون چی بود دقیقا؟ این نمیدونم واقعا. همسایه ما با وجودی که از لحاظ مالی هم توان نگهداری بچه‌شون رو دارن تو سن بالا، ولی فرهنگشون، یعنی فرهنگ اجتماعیشون بسیار پایینه و دوست دارن دختر سریع ازدواج کنه. خب میدونی داماد چند ساله بوده؟ آره، داماد اولش 26 سالش بود و دختر دبستانی بود. و جالب اینجاست که موقعی که میخواستن خطبه عقد رو بخونن، تمام کسایی که دوستاش که دورش بودن، تمام بچه دبستانی ها و داشت واقعا عروس خانم داشت بازی میکرد، یعنی کلانی از زندگی از ازدواج هیچی نمیفهمه. ولی نمیدونم واقعا، خانواده ها خیلی فرهنگشون پایینه و این که اگر هم بهشون توضیح بدی قبول نمی کنن و یعنی فکر خودشون رو قبول دارن. تو همون مراسم ظاهرا شما حاضر بودی، کسی بود که مثلا بخواد به خانواده عروس بگه که شاید این سن واقعا مناسب نیست، متقاعد کنه پدر مادر رو؟ بله، من خودم بهشون گفتم تو اصلا متقاعد نمیشن و این که به حرفت گوش نمیدن و این که کلا اینا هلوش، یعنی خواهر بزرگترش هم بازم سن پایین ازدواج کرد و الان مشکل داره، یعنی کلا میخوان از هم دیگه جدا بشن. با وجودی که نمونه عینی هم دارن بازم توجه نمی کنن و این که نه ایشون نه این خانواده، کلا تو این منطقه اینجور رواج هستش، سن پایین دخترها رو شوهر میدن، دختر به سن دبیرستان که میرسه یا به پسر دیگه رابطه داره یا این که خواستار طلاق هستش، کلا این مدلی هست. بسیار خوب، خیلی ممنون از شما زهرا. مرسی. ماریا از پاریس، شما فکر می‌کنید راهکار چیه برای اینکه بخوان اطلاع رسانی بکنن، خانواده‌ها رو از لحاظ فرهنگی آگاه بکنن تو این زمینه؟ سلام، من قبل از اینکه در مورد راهکار صحبت کنم یه نقدی داشتم به صحبت خانم عدالت، اگه اشتباه نکنم فامیلشون، که خانم دانش رو میگفتید فکر می‌کنم، طاهره دانش که اثر رو بکم بود. بعد ایشون راهکاری که خب به حال حرف زدن در مورد این که باید ما هممون از تک تک از خودمون شروع کنیم و مبارزه بکنیم و
حتی اگر خطرناک باشه این فکر میکنم خیلی حالت مسکن باشه، یعنی خیلی حالت تداوم نخواهد داشت همچه راهکارهایی. و اینکه از دور در مورد این مسائل بخوایم صحبت بکنیم خیلی سخته، خصوصا ما الان من خودم وقتی داشتم صحبتهای مثلا آقایی که از سیستان و بلوچستان تماس گرفته بودن خب خیلی قابل لمس بود، و این خانمی که الان داشتن صحبت میکردن، حالا فرهنگ پایین یک اصطلاحه، به هر حال مسائل مذهبی هست، مسائل اقتصادی هست، یه جاهایی خود من شخصا احساس میکنم مسائل جنسی که از دلایلی که خب یادم نمیاد کسی بهش اشاره کرده باشه، و این که مثلا خیلی از خانواده با توجه به اینکه شرایط مالی مناسبی دارن وقتی مواجه میشن با اینکه دخترشون یا پسرشون داره به بلوغ میرسه، به خاطر تمام اون عرفایی که تو ذهنشون هست و مسائلی که ممکنه بعدها پیشون بیاد از نظر جسمی جنسی تأثیر میذاره تو تصمیم گیریشون. و خیلی وقتا هم کسی اشاره نکرد که خیلی وقتا دختر و پسر تو سن پایین هستن که اصرار دارن به این ازدواج، دلیلش هم همینه که مثلا ممکنه احساس بکنن که الان برای فرار از خانواده، برای فرار از اون قوانینی که وجود داره، برای اینکه اینا حتی نمیتونن با هم بیرون همدیگر خیلی راحت ببینن یا اینکه با هم در ارتباط باشن، دست به همچین انتخابی میزنن. و خیلی وقت خانواده ها هستن که برها نمیتونن مقاومت کنن در مقابل این مسئله. و اینکه چه راهکاری من فکر میکنم واقعا مسئله فرهنگی که واقعا آگاهی بدن، چند درصد از مردم ایران میدونن که سن قانونی چی هستش، یا اون درصدی که میدونن چند درصدشون میدونن که این مخالف قانون بین المللی هستش، و اینکه اصلا چه راهکارهای قانونی وجود داره برای این مسئله. بسیار خوب، خیلی ممنون از شما ماریا، مرسی، لطف کردید که در بحث شرکت کردید. البته خانم دانش دیگه الان در ارتباط با ما نیستن که اگه احیانا پاسخی به این نکته داشتن بتونیم بشنویم. بازم فرنا خب زهرا الان از استان فارس مشاهدهشو گفت، ما یه اس ام اس داریم از انگلستان ولی داره از استان فارس میگه. وحید از انگلستان برامون اس ام اس داده گفته متاسفانه در جنوب استان فارس و برخی استانهای مجاور هنوز ازدواج کودکان وجود داره. یکی از بستگان نزدیک من که پیراپزشکی خونده میگه معمولا آخر هفته مراجعان نوعروس داریم که به دلیل ناتوانی فیزیکی در رابطه زناشویی دچار آسیب بدنی میشن، این سوای آسیب اجتماعی و روحیه که به اونها وارد میشه. بیننده دیگه از خراسان گفته بیشتر این ازدواج‌های زیر سن به علت اعتیاد و بیکاری و فساد در جامعه است. و باز هم پیام‌های زیادی دریافت کردیم از دسفول، خوزستان و از جاهای مختلف ایران که براتون میخونم. فعلا صحبت‌های شما رو بشنم. خیلی ممنون فرم. محمد از سیستان و بلوچستان و رامین از تاجیکستان بیننده بعدی مونن. محمد بیننده دیگه هم از همون منطقه شما داشتیم، به موارد زیادی اشاره میکرد که در اون منطقه رخ میده علاوه بر ازدواج‌های زیر سن قانونی یا در سن پایین. شما ما یا داشتی همچین مشاهده‌ای؟ بله بله میشنویم. بله ما مثلا اولا که با سلام و تشکر از شما و دستندرکاران عزیز محترمتون سلام برسانی، ما بله هستن چنین کسانی که مثلا یارو 6 تا دختر داره، دختر بچه هاشه، مثلا یک بزرگش 15 سالشه، مثلا کوچکش 13 سالشه، به عناوینی چون شرایط او یارو رو اینجوری میبینه، این طرف دست میدار روی همون 13 ساله، به همون 13 ساله رو هم بهش واگذار میکنه. این از نظر فرهنگ ضعیف و این از چیز فقر مالی و مثلا جنبه فامیلگرایی و یا بناوین سنت یا ازدواج های اجباری، این چیزایی هستن که واقعا به اینجور چیزا خودش که هیچ که به خانوادهش هم لطمه میزنه، واقعا بدبختی فاجعه به بار میاره. محمد به نظر راه حل چیه؟ چطور میشه خانواده ها رو آگاه کرد در این زمینه؟ اینا باید از فرهنگی که توی من اولا باید معذرت از جایی که من تماس میگیرم نقطه صفر مرزیه، یعنی جایی هستم که تا یک شهرستان 50 کیلومتر یعنی فاصله دارم. اینجوری برات بگم اینا بجز این که با فرهنگ آشنا بشن و از اجبارهای از این ازدواجی های اجباری دست بکشن تا نذارن که آخر اینجور ازدواجی ها پایش یا طلاقه یا خودکشیه، نذارن که بچین
چیزایی دست بزنن. بسیار خوب، خیلی ممنون از شما آمد، مرسی. رامین از تاجیکستان، از اون منطقه هم بگو لحاظ قانونی اول بگو که سن ازدواج چه سنی از حد اقلش و چقدر این قانون خوب اجرا میشه. سلام، خسته نباشید. سلام باشون. سن ازدواج در تاجیکستان 18 سال است و اتفاقا تا یک سال قبل دادگاه میتوانست اجازه ویژه بده برای اینکه از 17 سالگی ازدواج بکنن، ولی این قانون هم لغو شد، 18 سال است. اما برعکس آن چیزی که قانون میگوید، سن ازدواج برعکس رو به پایین نهاده و به ویژه در مناطق روستانشین بیشتر و بیشتر به مشاهده میرسد که دخترها در سن 15-16 سالگی ازدواج میکنند. شما بیشتر دلیل این ازدواج ها رو چی میدونید؟ رامی خیلی کوتاه اگه میشه. دلیل اصلیش البته فقر است و همچنین فقر دانش و تحصیل و اینکه مردم بیشتر با توجه به همه اینها، مردم خیلی سنتی شدن و فکر میکنن که باید هر چه زودتر دختراشون رو شوهر بدن که بهترین کار برای آنها همین است. بسیار خوب، خیلی ممنون از شما رامین، مرسی. با محمد خدافظی کنیم. مریم از کابل با ماست. مریم، تجربه یا مشاهده داری در این زمینه؟ بله، سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان محترم. سلام بر شما. من تجربه تلخی که از زندگی خواهرم که با سن 13 سالگی و نکاح مردی که با 10 سال تفاوت سنی داشت مشاهده عینی کردم و همچنین واقعا تجربه تلخی بود که سالهای سال هست که از این تجربه تلخ میگذرم. بسیار خوب، خیلی ممنون، مرسی. چون فرصت کنه بذار با رامین خدافظی بکنیم، صحبت مریم از اهواز رو هم بلکه بتونیم بشنویم. مریم، تجربه یا مشاهده؟ صدای ما رو داری مریم؟ میشنویم. بله 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 بله، میگم که من در سن 11 سالگی ازدواج کردم، کلاس 5 دبستان بودم. خب یعنی امتحان رو دو تا تجربه آورده بودم ندادم. شب عروسی من نمی‌دونستم چی به چیه. خب علتش چی بود؟ یعنی خانواده شما، فکر میکنم ارتباطمون از دست دادیم با مریم متاسفانه. با مریم از کابل خدافظی کنیم. احسان از هلند با ماست. احسان، 30 ثانیه بیشتر فرصت نداریم. شما ریشه ازدواج در سن پایین رو چی میدونی بیشتر؟ سلام به شما و به بینندگان شما. من که همین صحبت ها را که شنیدم میتونم بگم که زیر سن ازدواج، زیر سن به هیچ جای نمیرسه، آخرش به طلاق میرسه. چرا دوتا به هم دیگه نمیدونن که اینا چی کار میکنن؟ و اگر پدر مادرها اینا را تایید میکنن که باید ازدواج اجباری کنن، آخرش به یه جای گنبت میرسه که اونجا باید دوتاشون طلاق بگیره. همین. بسیار خوب، خیلی ممنون از احسان، مرسی که کوتاه نگرد داشتید. برای آخرین بار فرصتی هست از فرهیم بازم ببینیم که چه پیامایی داره. خب بریم سراغ توییت هایی که برای ما شده. شناسه ما هم در توییتر هست، @bbc شما. امیر رضا برامون نوشته همکلاسی خواهرم که سوم راهنمایی مجبور به ازدواج شد، وقتی این خبر رو شنیدم خیلی ناراحت شدم چون نوجوانی اون دختر نابود خواهد شد. پوران دخت برامون نوشته من خودم تا 25 سالگی بابام خواستگارم رو حتی راه هم نمیداد. حسین برامون نوشته همه کسانی که در کودکی ازدواج کردن در بزرگسالی یک حرف مشترک میزنن، اون همینه که من جوانی نکردم. امیر رضا باز برامون نوشته فکر نمی کنم هیچ دختر بچه بخواد با سن کم ازدواج کنه، در این موارد بیشتر پدر مادر هستن که دختر بچه رو مجبور به ازدواج میکنن. و سعیدم گفته بی سوادی، فرهنگ پایین، وضع اقتصادی نابسامان و باورهای غلط از عوامل اصلی ازدواج در سنین پایین. محمد رضا گفته که بیشتر این ازدواج ها به خاطر مسائل مذهبی و قومی که از قدیم در بین اقوام مختلف وجود داشته، این که میگن دختر پیامبر در 9 سالگی ازدواج کرده و این حرفا. و یکی دیگه از مخاطبینمون گفته به نظر من دو محور اصلی این مسئله، یکی فقر و دیگری باورهای سختگیرانه مذهبی برای دخترانه که باید سریعتر راهی خانه بخت باشن. یه داستان دیگه برامون نسترن فرستاده روی فیسبوک، گفته من دختر خاله‌ای دارم که 16 ساله بود.
بود ازدواج کرد، بعد از 2 ماه طلاق گرفت، بعد چند وقت حتی کمتر از 1 سال دوباره ازدواج کرد، الان یه دختر 12-13 ساله داره. میگه زندگی خیلی عجیبی داره که برای من قابل درک نیست و برامون نوشته دوباره شنیدم که از این آقا هم طلاق گرفته. گفته هدفم از این قصه این بود که اولا ازدواج توی سن پایین نشانه فقر فرهنگی خانواده است، دوما دختر یا پسر که در سن پایین ازدواج میکنن وقتی بزرگتر میشن توی جامعه میرن خیلی چیزها رو ندیدن، زندگیشون دچار مشکل میشه و این خانواده ها علل خصوص اگه به پول هم برسن دچار مشکلات فراوانی میشن. ممنون از همه شما که داستان هاتون رو با ما و دیگران به اشتراک گذاشتین. همیشه دوست داریم صحبت های شما رو بشنویم. ازتون خدافظی میکنم. خیلی ممنون فرهاد، مرسی. پایان برنامه میرسیم. از موضوع فردام براتون خیلی کوتاه میگم، درباره افزایش فعالیت گشت ارشاد در ایران با توجه به فصل گرما و همزمانیش با ماه رمضان. از شما میپرسیم آیا شاهد اجرای طرحهای برخورد با اون چیزی که بدحجابی بهش در ایران گفته میشه هستید یا نه، و آیا خود شما تجربه برخورد با گشت ارشاد رو داشتید یا نه. فردا مفصل در این باره با هم حرف میزنیم. تا اون موقع خوب و خوش باشید.